سریال سیر ممنوعه قسمت 258. شیکا به کایان میگه که حالیت همچنان به او علاقه منده و به خاطر بچه با ایلیز ازدواج میکنه. کایا عصبانی میشه و میخواد ماجرا رو به ایلیز بگه، اما شیکا جلوی او رو میگیره. جانر به اجبار اندر امیر رو دعوت کرده و به اون میگه متوجه شده که شیکا در حال نقشه کشیدن برای ایلیز هستش تا ازدواج او رو خراب کنه و عکاسی رو استخدام کرده تا از او و کریم عکس بگیره. اونها با یه پسر هماهنگ کردن و در مقابل امیر تظاهر میکنن که او رو گیر انداختن و عکس ها رو از او گرفتن. شیکا نیز برای خرید لباس عروس خودش به مزون میره. در بخش دیگه لباس خودش رو پرو میکنه. او از اومدن ایلیز مطلع شده و در دلش برای او دلسوزی میکنه و از اینکه ایلیز قرار هستش در روز عروسی شوکه بشه خوشحال هستش. هنگامی که او از اتاق دیگه بیرون میاد، ایلیز و آسمان او رو میبینن. بعد از رفتن شیکا، ایلیز کنجکاو هستش که بدونه او چه لباسی سفارش داده، اما فروشنده میگه نمیتونه لباس مشتری ها رو به کس دیگه این نشون بده. مرد به بانک درخواست وام میده تا از طریق حق امضای کریم وام گرفته و سپس فرار کنه، اما اونها متوجه میشن که حالیت حق امضای کریم رو پس گرفته. کریم شوکه میشه و با حالیت صحبت میکنه. حالیت میگه به خاطر تغییرات جدید شرکت این کار رو انجام داده و دوباره حق امضا رو پس خواهد داد. این در ماجرای عکاسی شیکا رو از ایلیز به ایلیز میگه. ایلیز شوکه و عصبانی میشه. این در به اون میگه باید با او عادی برخورد کنه تا در زمان مناسب نقشه‌ای برای او بکشن. آسمان که بابت سرمایه گذار به زهرا شک کرده، او رو تعقیب میکنه و سر قرار با مرد میبینه و متوجه میشه که مرد سرمایه گذار اونها هستش. او عصبانی شده و با حرص سر میز اونها میشینه و از او توضیح میخواد. از طرف جواهر فروشی یک جعبه هدیه به خونه یه حالیت میفرستن. ایلیز و آسمان کنجکاو میشن و هدیه رو باز میکنن. ایلیز که تصور میکرده داخل جعبه هدیه ازدواج باشه، با دیدن یک جفت گوشواره جا میخوره. آسمان که مدام نگران هستش میگه حتما حالیت خیانت میکنه و گوشواره ها رو برای شخص دیگه ای خریده. ایلیز از حرفای آسمان کلافه میشه. وقتی حالیت به خونه میاد، گوشواره ها رو به ایلیز هدیه میده و سپس میگه این هدیه اصلی نیست و هدیه اصلی رو روز ازدواج خواهد گرفت و سورپرایز خواهد شد. سریال سیب ممنوعه قسمت 259. ایلیز به پیشنهاد اندر برای مراسم حنابندان خود شیکا رو دعوت میکنه. شیکا قبل از رفتن به عمد نهال رو به خونه دعوت میکنه تا او و کایا تنها باشن. وقتی نهال به خونه کایا میاد، کایا او رو داخل دعوت میکنه. سپس پنهونی با شیکا تماس گرفته و با عصبانیت او رو سرزنش میکنه. ایلیز و اندر در مراسم حنابندون به بهانه رسم و رسوم به شیکا حنا مالیده و او رو با رقاص روبرو میکنن و در عمل انجام شده قرار میدن. سپس او رو مسخره کرده و از او فیلم میگیرن و همه جا منتشر میکنن.
شایکا به شدت عصبانی میشه. خالد با یکی از دوستاش برای شام بیرون میره. او به دوستش ماجرای ازدواج رو میگه. خالد به دوستش میگه هیچ کس جز او وکیلش از کاری که او قرار هستش در روز عروسی بکنه مطلع نیست. روز بعد متین به خونه ی خالد میاد تا در مورد کارهای حضانت خالد جان با او صحبت کنه. ایلیس با دیدن متین نگران قرارداد ازدواج میشه و بعد از رفتن او از خالد در مورد علت و اومدن متین سوال میکنه و سپس در مورد قرارداد ازدواج میپرسه و میگه این بار حاضر به امضای این قرارداد نیست. خالد به او اطمینان میده که چنین کاری نمیکنه و کارهای شرکت رو بهانه میکنه. امیر و جانر به کافه رفته و مرد و کریم رو اونجا میبینن. اونا همگی سر یه میز میشینن و مشغول صحبت میشن. کمی بعد اونها متوجه چند دختر در میز کناری شده و تصمیم میگیرن با اونها آشنا بشن و همگی سر یه میز میشینن. اونها بعد از کمی آشنایی متوجه میشن که اون دخترها دنبال مواردی برای ازدواج میگردن. پسرها که هدفشون فقط خوشگذرونی بودش سری بهانه آورده و رستوران رو ترک میکنن. کریم دخترها رو نصیحت میکنه که به توانایی های خودشون متکی باشن و برای رسیدن به اهدافشون دنبال کس دیگه نباشن. روز عروسی فرا میرسه. کریم بابت این قضیه ناراحت هستش و به اجبار به عروسی میره. همه مهمونا اومده و ایلیس با لباس عروسی به محراب میره. خالد مقابل همه اعلام میکنه که قصد ازدواج با ایلیس رو نداره. همون لحظه شایکا با لباس عروس وارد میشه. همه شوکه میشن. خالد به شایکا میگه با او هم ازدواج نخواهد کرد. او خبر میده که قبلا ازدواج کرده. سپس اندل در لباس عروس وارد میشه و در مقابل خالد میره. خالد دست او رو میبوسه و به عنوان همسرش معرفیش میکنه.